جزئیات دومین سالگرد خاکسپاری مهسا امینی در سقز و همینطور تدابیر امنیتی که در کردستان و سقز انجام گرفته، از بازداشت و حصر خانوادگی خانواده و بستگان و دوستان نزدیک مهسا امینی تا تحصن و اعتصاب برخی از صنفا در کردستان و همینطور حواشی اون. با ما همراه باشید راجبش صحبت. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب امروز یک شنبه 25 شهریور ماه، همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی و خاکسپاریش که نقطه آغاز اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی بود، برخی از خبرگزاری‌ها خبر از بازداشت خانواده پدر و مادر و برادر مهسا امینی و حصر خونگیشون خبر داد. نزدیکان خانواده امینی به رسانه‌ها اعلام کردند که صبح امروز وزارت اطلاعات با امجد امینی پدر مهسا امینی تماس گرفته و او هم و همسرش رو تهدید کرده که در صورتی که بخوان امروز از منزل خارج بشن، همون جلوی در بازداشت خواهند شد. امجد امینی پیشتر در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داده بود، گفته بودش که خانواده ایشون قصد دارن که مراسم دومین سالگرد درگذشت دخترشون رو در آرامستان آیچی برگزار بکنن، اما از سوی ماموران حکومتی به آنها اطلاع داده که حق خروج از منزل رو هم ندارن، چه برسه بخوان در گورستان حاضر باشن. یاکو علوی، روزنامه نگار اهل سقز، در گزارشی که داده بود در مورد آخرین وضعیت کردستان و سقز صحبت‌هایی رو انجام داد و گفتش که تعداد زیادی از ماموران لباس شخصی مقابل منزل خانواده امینی حضور دارند و مانع خروج اونها شدن. وضعیت امنیتی در کل شهر سقز وجود داره و ماموران حکومتی در میدان‌های شهناز، شریف آباد، بهارستان، استاد شیرازی، خیابان جمهوری و بلوار انقلاب و نواحی منتهی به گورستان آیچی حضور دارن و تردد‌های مردم رو کنترل میکنن. گفته میشه که اعتصاب‌های عمومی هم در برخی از نقاط شهری شهر سقز اتفاق افتاده و تعداد زیادی از مغازه‌ها بسته شدن. به برخی از خیابون‌ها هم مامورای امنیتی سطل‌های زباله رو جمع‌آوری کردن که مثل چند سال پیش آتیش نزنن و خیابون‌ها رو بخوام ببندن. این گزارش که همینطور گزارش داده که در منطقه قوخ که به آرامستان آیچی منتهی میشه، ایستگاه بازرسی ایجاد شده و ماموران همه افرادی که قصد عبور از این منطقه رو دارن از روز گذشته مورد بازجویی قرار میدن و برخی از افراد رو هم حتی اجازه تردد بهشون داده نمیشه. حتی در حوالی گورستان آیچی روستاهای زیادی وجود داره که مردم به صورت روزانه به روستاهاشون تردد میکنن، که خیلی ها که حتی قصد رفتن به گورستان رو هم ندارن سر این قضیه به مشکل خوردن. این وضعیت به دنبال محدودیت های شدیدی است که از چند روز قبل در منطقه سقز اتفاق افتاده و توی شهرهای مختلف کردستان هم به همین شکل وضعیت امنیتی هستش. منابع مختلف دیگه از جمله وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده که نیروهای امنیتی با رهاسازی آب سد چراغ ویس در بستر رودخونه سقز بخش زیادی از مسیر دسترسی به آرامستان آیچی رو هم مسدود کردن. رودخونه‌ای که هیچ وقت توی این موقع سال حداقل بازش نمی‌کردند و کاملا مشخص هستش که این رهاسازی آب از پشت سد به خاطر مسدود کردن راه‌های منتهی به گورستان بوده. این اقدام رو سال گذشته هم مشابهش رو انجام دادن که مردمی که حالا از خیابون‌ها امکان حضور در گورستان رو ندارن از بستر رودخونه خوش شده بخوان به گورستان خودشون رو برسونن، که با باز شدن آب این مسیر هم غیر ممکن شده. گزارش‌های متعددی از احضار و بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری توسط نهادهای امنیتی هم منتشر شده. بسیاری از احضارها تلفنی یا از طریق پیامک صورت گرفته. به این افراد هشدار دادن که هر گونه فعالیت در این چند روزی که سالگرد مهسا امینی هستش خودداری بکنن. از طرف دیگه خبرگزاری‌های دیگه مثل بی بی سی فارسی هم گزارش دادن که از داخل بند زنان زندان اوین
گفته میشه که تحسنی اتفاق افتاده و زندانیا ساعت هاست دارن سرودهای مربوط به انقلاب زن زندگی آزادی رو به زبان فارسی و کردی میخونن و اعتراض خودشون رو به این شکل نشون میدن. دیاکو علوی هم در ادامه گزارش خودش گفته که وضعیت امنیتی که در شهرهای کردستان به ویژه سقز وجود داره، هرچی به ساعتهای نزدیک به بعد از ظهر نزدیک میشیم تشدید پیدا میکنه. ایشون گفته که نیروهای امنیتی حضور پررنگی در شهر دارن و در ورودی برخی از شهرهای کردستان ایست بازرسی برپا شده و در برخی از مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی و ایلام هم نیروهای امنیتی مستقر هستند. همچنین برخی منابع اعلام کردند که نیروهای ضد شورش به پادگانهای مهاباد، اوکان، سقز، دیوان دره و سنندج هم اعزام شدند. علاوه بر این احضار فعالان و خانواده های دادخواه هم از جمله مواردی هستش که توی یکی دو روز اخیر اتفاق افتاده. مهسا امینی دختر 22 ساله کردستانی بودش که اصالتاً برای شهر سقز بود و برای مسافرت با همراه خانوادهش به تهران سفر کرده بود و در 2 سال پیش حدوداً 20 شهریور ماه در نزدیکی مترو حقانی توسط ماموران گشت ارشاد مورد بازجویی و بازخواست قرار میگیره و به خاطر ممانعتی که با نیروهای گشت ارشاد داشته اون رو سوار ون میکنن و به پلیس امنیت اخلاقی میبرن و دقیق مشخص نیست چه اتفاقی براش توی پلیس امنیت اخلاقی میفته که متاسفانه دچار مرگ مغزی میشه و اون رو به بیمارستان انتقال میکنه. چند روزی رو در بیمارستان بودن ایشون که در نهایت در 23 شهریور ماه سال 1401 بر اثر خونریزی مغزی و ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود از دنیا رفت. مراسم خاکسپاری ایشون 25 شهریور ماه سال 1401 برگزار شد که هم اون مراسم هم مراسم سالگردش که سال گذشته انجام گرفت تحت تدابیر امنیتی شدید انجام گرفتش و بعد از اون هم شروعی بودش به اعتراضات مردمی و جنبش زن زندگی آزادی. رسانه‌های حکومتی هیچ وقت قبول نکردن که مهسا امینی به خاطر حمله گشت ارشاد یا ضربه به سرش از دنیا رفته و معتقد بودن که مهسا امینی بیماری زمینه‌ای داشته و مرگش اصلا ربطی به گشت ارشاد یا درگیریش با ماموران گشت ارشاد نبوده. ولی خب چیزی که مشخص بودش واقعیت خلاف این بودش. بعد از این ماجرا اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی به خصوص توسط خانم‌ها شروع شدش که نمونه بارزش رو میتونیم به آزادی پوشش و حجاب اشاره داشته باشیم که قطعاً پوششی که الان خانوم ها توی خیابون ها به خصوص شهر تهران دارن اصلا قابل مقایسه نیستش با 2 سال پیش. با اینکه ممانعت های زیادی هم شکل میگیره و جریمه های سنگینی رو هم برای خانوم ها در نظر گرفتن، ولی خب خانوم ها انتخابشون رو کردن. حتما نظراتتون رو برای ما بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.